قسمت دوم. مورد بعدی که شاخصه بسیار جدی تو بین اینها بود، آمپریزم و حسگرایی بود. میگه پس من چیزی رو که نمیتونم ببینم، پس باید دنبال چی برم؟ چیزایی که بگید میبینم، حسشون میکنم، میشه آمپریزم. اکسپریمنتالیزم از توش در میاد. اکسپریمنتال یعنی آزمایش. آزمایش کنم. کول. کجاست؟ بیا تو لوله آزمایش من میره. میتونم بوش کنم، میتونم لمس کنم، میتونم بچشمش، میتونم ببینمش، میتونم بشنومش. پیامبر تو چاه بدر سر کرده بود با کشته ها داشت حرف میزد. گفت اینا مردن کرد، اینا نمیشنون. گفت الان به خدا از شما شنواتر شدن. گفت برعکس الان یه چیز صداهایی هم میشنون که دیگه قبلا شما هیچ وقت نمیشنیدید. الان صدای فرشته ها رو میشنون. صدای من و تو رو میشنون. عنصری که اصل شده بود تو قوم نوح، حسگرایی آمپریزم و آزمایش کردن اکسپریمنتالیسم. اگه چیزی وجود داشته باشه میتونیم اونو حسی و تجربهش کنیم. آقا یه نفر سر کلاس، استاد میره سر کلاس، مثلا میگه آی فلانی، میگه حاضر، میگه بهمانی، رفیقاش میگن استاد نیومده، غایبه. از کجا نبوده یه چیز رو فهمیدن؟ استدلال چی کرد؟ بگید عقلی کرد. لنترانی یا موسی، عمره منو نمیتونی ببینی، با عقلت باید برسی. میگه زیباترین و نیکوترین آفریده خداوند متعال عقله. خدا به نوح گفت کشتی تو بسا. کشتی چقدر طول کشید ساختش؟ از 2 سال گفتن تا 40 سال. یهودی ها بیشتر هم گفتن، تا 120 سال هم گفتن. یه کشتی خیلی بزرگی بود، 600 متر طولش بود، 400 متر عرضش بود، حالا قوله مختلف، 300 متر ارتفاعش بود. کشتی خیلی بزرگی بود. گفت کشتی تو بسا. بعد کجا ساخت؟ کار خود کری خوندن آمد تو بکنم. گفته موسی را خون فرعون بیرون کشید. نوح یه علمی داره که اینا ندارن، دست که یک طوفانی میخواد. بگید آیا با اون لوله آزمایش اونا این طوفان قابلیت اصلا بررسی داره؟ بگید هیچ. اما مگه این حرف باور کردنه؟ خودتونو بذارید جا قوم، با کدام مبنای علمی؟ این حرف برای قومی که تمام معرفت و شناختشون منحصر به چارچوب‌های محسوس مادی، به یه شوخی بیشتر شبیه نیست. میمدن بهش گفتن که آخر عقل کل، چه کسی را دیده ای که در اولین تجربه نجاری خودش پیچیده ترین سازه چوبی، یعنی چی بسازه؟ کشتی. آن هم غول پیکر ترین کشتی تاریخ بیاد بسازه. اگر کشتی از نظر مهندسی مشکل داشته باشه چی؟ وسن الفورگ عیوننا، گفت زیر نظر ما بساز. جبرئیل فرستاده بود مهندسی میکردش. روایت داریم که میخوای آهنی که زده بودم جبرئیل براش آورد، بهش یاد داد، گفت چه جوری درست کنه. فلان جنس چوب بساز، این انعطافش برای اینجا بیشتره، برای دکل از این استفاده کن، برای چی از اون استفاده کن. همه رو گفت. میدید چند نفر به حضرت نوح ایمان آوردن؟ 8 نفر. تو بهترین حالت میگن 80 نفر، یعنی اختلاف در کتابت 8 روز یا 80. ببین با چه جونورایی طرف بوده، فقط اینو میخوام بتونم بگم. نوح به هیچ وجه منکر اعتبار محسوسات و تجربیات انسانی نیست، برعکس بهترین کارم میکنه. برای یک طوفانی که قرار کوهان به زیر آب بره با چی بسازی؟ فقط کشتی، فقط کشتی. پس از نظر اکسپریمنتالیزم و آمپریزم هم کار نوح غیر عقلانی بگید نبود. جالب، قرآن میگه آب آروم آروم هم بالا اومده، تنور فوران کرد، گفت برو تازه جفتا رو جمع کن، یعنی آروم آروم هم بالا اومده. عجب، چرا اینا پس سوار کشتی نشدن؟ اینا دیگه چی بود؟ چرا مردم به معجزه نوح ایمان نیاوردن با اینکه کشتی رو دیدن اینجوری شد؟ این سوال ماست. این ویژگی شاخص است که توی عده میشه، یعنی دیدن همه چیز شد. تو ماجرای کربلا ابوالعبدالی گفت اینجا دیگه تموم کن، من برات حق الناسایی که دستت از این شهدای قبلی رو پس میگیرم. کسی که سر امام زمانش رو بریده مثل شم، این از قبل آروم آروم شم شده. یه جا آیه قرآن داریم قبل اینکه طوفان بیاد خود اینجوری میکنه، میگه قصه نخور برای مغرقین، یعنی لیست غرق شده آماده است. از قبل غرق شده کسی که این کارو میکنه. پسر نوح از طوفان همین آبو میبینه. حضرت نوح نمیگه طوفان، میگه چی؟ امر الله. میگه این امر خداست. حالا یک بار در قالب طوفان اومده، یک بار در قالب زلزله میاد، یک بار در قالب قوم ستمگری که میریزه توی کشوری. برعکس، نوح عاقلانه ترین کارو کرد. چوب رو آب وای میسته، کشتی باید بزرگ بشه، کلی مسافر دارم، آدمی زاد نجب و جنار. برعکس، عاقلانه ترین کارو کرده، کشتیش هم ضد آب کرد، قیرمالی بهش، همین رو باید تونه محکمش کرد، همه چی در نظر گرفت، کدام نوع حیوان کجا باشه، انسان‌ها کجا سوار بشن، چقدر آذوقه برداره، چقدر طوفان طول می‌کشه. برعکس، دو این مسافرت که می‌خوای بری، چقدر غذا برداره، همه اینا رو در نظر گرفت. امروز این تفکر بر دنیا حاکمه. قوم نوح دارن جولان میدن، چقدرم خدا میگه اینا بدن.
ازلم و اطغان، ظالم ترین ها برای ما هم همینو داره میگه. الان بهت میگه آقا وایس تو این سختی ها رو تحمل بکن، یه امام زمانی قراره بیاد، همه اون خوبی هایی که تو حکومت امام زمان میگن دیگه، دعوایی نیست، فقری نیست، بیماری نیست ها. یکی دیگه هم بدیم بقید میگه چی؟ بیا برات ردیف میکنم لاس وگاس، عشق و سین سیتی، شهر گناه. خب کدوم تو چششه؟ میبینه میره اون طرف. ما تو انقلاب خودم چی بود؟ ما که قبل انقلاب ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم که پخول بودیم انقلاب کردیم. ببینم قبل انقلاب شما نماز نمیخوندید؟ امام حسین سینه نمیزدن؟ حج نمیرفتن؟ شیعه نبودین؟ کشف شیعه اصلا اشعری نبود غالب جمعیتی؟ چی فرق بود؟ چی فرق تو اینه که این تفکر بیس باشه یا اون تفکر؟ به خدا همه دعوا سره، دعوای عاشورا سره، دعوای عاشورا سره، دعوای 8 سال جنگ موسی، دعوای 8 سال جنگ موسی، دعوا سر همین چیز کوچیک و شاید ندیده خیلی رقیقه ها بعد دقت کرد پیداش کرد، دعوا سر همین بود. حواسمون جمع بکنیم، حواسمون جمع بکنیم. مورد بعدی خیلی کوتاه عرض میکنم، راسیونالیسم. راسیونالیسم یعنی خرد ورزی، یعنی با فکر همه چی رو بررسی کردن. چون عقل و فکر با هم فرق داره، اینو ما همه رو یکی می‌دونیم. علم هم با عقل فرق داره، ممکنه نفر علم زیاد داشته باشه اما عقل نداشته باشه، مثلا استاد دانشگاه اما عقل نداره. ما تو همین فرقه ها من مشاور چندین پرونده بودم، اینقدر استاد دانشگاه توشون دیدم، اینقدر دکتر مهندس توشون دیدم. به خدا قسم علم نداره دیگه. الان مردم علم به این ندارن سیگار ضرر داره؟ ندارن. الان ما بین نجیب ندارن چه میکشه؟ قلیونی ها عوض میخوام، قلیونی ها الان باید گیر بیده چون یسه از این مذهبیون الان افتادن تو فاز قلیون میکشن، باش میرن بالا میگن قهوه خونه میزنن اسمای مذهبی میزنن روشون. خدا برای همه داستان داره. اصلا میدین دیگه دخان دود واسه پایین آوردنه نه واسه بالا رفتن. دقیقا روح و غلیظ میکنه، میاره پایین، گیر همین دنیا تو گیر همین. عقل راسیونال متفاوت از عقل دینی. عقل خلاصه شده در پنج تایی هاست. یعنی چی؟ عقل خلاصه شده در محسوسات، این میشه عقل راسیونال. وگرنه عقل دینی چیزی چی؟ این پنج تا رو قبول داره، بلکه چی؟ بالاترشو قبول داره. تو فرهنگ ما عقل یه موهبتی که انسان با کمک اون بر تمام مشکلات چیره میشه، چه دیدنی چه نادیدنی. اما عقل راسیونال یعنی چی؟ طرز فکری و تفکری که به دنبال محاسبه سود و زیانه. همه ما سود و زیانو قبول داریم، مونتا اونا سود و زیانی چیو میگن؟ سود و زیانی که محسوس باشه، بشه دیدش. همه دعوا میشه سری خوب حواستون جمع کنید. ماکس وبر ببین چی میگه، جامعه شناس معروف آلمانی از سردمداران این جریان، میگه بنیان تمدن جدید غرب برخواسته از راسیونالیسم. مورد بعدی اصالت شک، شکاکیت نسبت به همه چیز. آیا این تو شاخصه قوم نو بود؟ بله، عین عبارتش بود. ما ظنمون، شکمون برای اینکه شما چیز خالی بنده شکاکیت نسبت به همه چیز، علل خصوص مفاهیم چی؟ دینی. لاجرم از دل این تفکر میبینی. آقا نالم این از دیسو بوده 600 هزار نفر دریا و وسط شکافتی شد رد شده نه والا همین جوری اصلا قیافه هاشون انجا چشم. شکاکیت نسبت به همه چیز اتو دل اینه. کی از اون دنیا زنده برگشته اومده برای تعریف کرده؟ نه نه فارم بر اسم میگم که آقا کسی که این یکی رو قبول داره، ها اون بالاتری قبول داره، اصلا به این معنی نیستش که به خدا قسم بد زندگی میکنه، غذا نمیخوره، زندگی نمیکنه، خوش نمیگذرونه، تحصیلات نداره، تفریح نمیره، همه اینا رو داره، بلکه با رعایت یه سری بود. گفتم این همه نوشیدنی میخوره عرق نمیکنه، این همه گوشت پرندگان خوب و حلال گوشت و چرنده و چه میدونم میخوره، گوشت خوک و گوشت سگ نمیخوره. حالا جالب اینجاست اینا بهتون میگم اون چیزی که خدا میگه انجام ندید، دقیقاً از رو با همین 5 تا یه روزی به نتیجه میرسید که ایراد داره. اینا بهتون بگم با همین 5 تا بنادی، یعنی الان میگن گوشت خوک یه رو انگلی داره، نمیدونم تا چند درجه این از بین نمیره از این داستان. خب علم تو فلان فلان شده الان به اینجا رسید. من از قبلش قبول داشتم این حرف درست نمیاد. علمای ما رو دیدید ماشاءالله چقدر عمر میکنن. علمای شیعه فکر کنم بیشترین عمر تو دنیا داشته باشن، بیشترین سختی هم کشید. عمر این بزرگوارا نگاه کنیم، مراجع ما بالای 90، دکتراش 40 50 سال دارن سکته میکنن. برای چی؟ میگه شب نشسته آب بخور. آقا چه دلیلی داره؟ چه میدونم، او گفته بخور، او گفت کشتی تو بساز، روز وایستاده آب بخور. چه چیزی میدونی؟ آقا گوشت گاو نخور، شیرشو بخور، گوشت مرغ نخور، گوشت خروس بخور. آقا الان فهمیدن عجب گوشت ما حروب ترشه هورمون های زنانه رو در مردان زیاد میکنن. باور کن روز ظاهر مردان داره اثر میذاره. آره دیگه این هورمون ها، هورمون ها اثر میذاره، صداش یه خورده تغییر میکنه، میبینید من خدا نازک میشه آروم آروم دیگه. نگیم ادامه میدیم به جای باری برسیم. العاقل بالاشاره، العاقل بالاشاره.